سلام به همراهان همیشگی روزنامه سرخابی. امروز سه‌شنبه دوم اسفند ماه در 742مین شماره خبرهای داغ فوتبال ایران طی 24 ساعت گذشته رو با هم مرور می‌کنیم. قرعه کشی مرحله 1/4 نهایی لیگ قهرمانان. فولاد حریف الهلال شد. تیم‌های فوتبال از دوحیل قطر، فولاد ایران، از شباب و الهلال عربستان در مرحله 1/8 نهایی لیگ قهرمانان آسیا با غلبه بر رقبای خود به جمع 4 تیم پایانی این مسابقات در منطقه غرب راه یافتند. مراسم قرعه کشی دور 1/4 نهایی امروز برگزار شد و بر همین اساس فولاد با الهلال مدافع عنوان قهرمانی و نایب قهرمان جام باشگاه‌های جهان رقابت خواهد کرد. احتمال محرومیت دوباره آبی‌ها از لیگ قهرمانان. باشگاه استقلال برای پرداخت بدهی آندرا استراماچونی فقط تا تاریخ 11 فروردین سال آینده زمان داره و در صورتی که نتونه تا این تاریخ بدهی به سرمربی ایتالیایی و سایر بدهی‌های خود رو تعیین تکلیف کنه، برای دومین سال متوالی از حضور در لیگ قهرمانان آسیا محروم خواهد شد. البته این بار مطابق آیین‌نامه جرایم انضباطی صدور مجوز حرفه‌ای، جرایمی هم به این باشگاه تعلق می‌گیره. شرط مهم برای تمدید قرارداد قاعدی با استقلال. باشگاه استقلال در صدد بر اومده تا با بهره‌گیری از ارتباطات خوبی که با باشگاه شباب الاهلی داره، شرایطی رو فراهم کنه که قرارداد قرضی 1 ساله قاعدی به مدت 1 سال دیگه تمدید بشه. با این حال باشگاه شباب الاهلی که در حال حاضر مبلغی رو بابت انتقال قرضی قاعدی از استقلال طلب داره شرط کرده. باشگاه استقلال باید حسن نیتش رو با پرداخت مبلغ انتقالی این بازیکن ثابت کنه. هافبک تیم ملی در تیم منتخب هفته دانمارک. سعید عزت‌اللهی در تیم منتخب این هفته لیگ 1 دانمارک قرار گرفت. عزت‌اللهی هافبک دفاعی تیم ملی ایران که در بازی این هفته با نقش هجومی تر به میدان رفته بود و 1 گل هم به ثمر رسوند، در ترکیب تیم منتخب هفته قرار گرفته. عزت‌اللهی حالا با حضور در تیم منتخب به انگیزه بالا پا به دیدار حساس مقابل کوپنهاگن میذاره که در جام حذفی دانمارک برگزار میشه. تغییر زمان برگزاری بازی سپاهان و پرسپولیس. با توجه به مصوبه شورای تامین استان اصفهان، دیدار بین تیم‌های سپاهان اصفهان و پرسپولیس در روز چهارشنبه 3 اسفند 1401 رأس ساعت 15 در ورزشگاه نقش جهان اصفهان برگزار میشه. بیشتر ساعت برگزاری دیدار فوق در روز چهارشنبه 3 اسفند و ساعت 17 بوده است.